و حال ادریس تیموری خبرهای ورزشی را تقدیم می‌کند. سپاس. با تقدیم سلام و این هم چند رویداد ورزشی. ورزشکاران تیم بانوان ورزش‌های رسمی جهت اشتراک در رقابت‌های آسیایی آمادگی می‌گیرند. این رقابت‌ها تا دو هفته دیگر در ایران برگزار می‌شود. این هم ورزشکاران تیم بانوان ورزش‌های رسمی است که تمرین می‌کنند. این ورزشکاران با تلاش های شبانه روزی خود میکوشند در این رقابت ها امتیازات خوبی را برای کشور داشته باشند. 6 تن از ورزشکاران تیم ورزش های رزمی تا 17 روز دیگر در بخش آب که دو در رقابت های آسیایی حضور خواهند یافت. این رقابت ها با اشتراک کشورهای آسیایی در شهر تهران ایران برگزار می شود. ما آمادگی را یک ماه میشه که ما آمادگی گرفتیم. در روز 6 ساعت تمرین داریم که صبح بعد از ظهر دیگه جمنازم هم در اختیار همه خانومات از ساعت 10 تا 12 بجره ما همیشه وقت میم اینجا تمرین میزنیم به خاطر که همین مسابقات پیش روی داریم. مسابقات ما در کشور ایران است. یک ماه شاوردگی داریم. روزی 6 ساعت تمرین میکنیم. نفس ما بسیار خوب شده از قبلا که در بسیار آماده محکم گرفتیم. ورزش های رزمی بانوان در چوکات فدراسیون ورزش های رزمی کشور فعالیت دارد و تا اکنون 27 مدال طلا، نقره و برنز از رقابت های برون مرزی در کارنامه‌اش دارد. تیم فوتبال والنسیا در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در برابر پارسی جرمن متوقف شد. در ادامه رقابت های مرحله 1/8 لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال پارسی جرمن با نتیجه 2-1 والنسیا را شکنایتد با میدان می رود. تیم های فوتبال جوانان الفت و حبیبیانا در ادامه رقابت های لیگ بی فوتبال شهر کابل در برابر حریفانشان به برتری رسیدند. در این دیدارها تیم فوتبال جوانان الفت 3-0 محسن شهید را شکست داد. تیم فوتبال حبیبیانا نیز با همین نتیجه یاران صدیق را در هم کوبید. در ادامه این رقابت ها فردا ستاره ها در برابر تروی مهتاب و شیوا در مقابل جوانان متحد رقابت می کنند. و اکنون چگونگی وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم می گردد. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم گردید. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.